فصل 21. چندی بعد عیسی در کنار دریای تبریه بار دیگر خود را به شاگردان ظاهر ساخت. ظاهر شدن او این طور بود: شمعون پتروس و تومای ملقب به دوقلو و نتنائیل که اهل قانای جلیل بود و دو پسر زبدی و دو شاگرد دیگر در آنجا بودند. شمعون پتروس به آنها گفت: من می‌خواهم به ماهیگیری بروم. آنها گفتند: ما هم با تو می‌آییم. پس آنها به راه افتادند، سوار قایقی شدند، اما در آن شب چیزی صید نکردند. وقتی صبح شد، عیسی در ساحل ایستاده بود، ولی شاگردان او را نشناختند. او به آنها گفت: دوستان، چیزی گرفتید؟ آنها جواب دادند: خیر. عیسی به آنها گفت: تو را به طرف راست قایق بیندازید، در آنجا ماهی خواهید یافت. آنها همین کار را کردند و آنقدر ماهی گرفتند که نتوانستند تور را به داخل قایق بکشند. پس آن شاگردی که عیسی او را دوست می‌داشت به پتروس گفت: این خداوند است. وقتی شمعون پتروس که برهنه بود این را شنید، لباسش را به خود پیچید و به داخل آب پرید. بقیه شاگردان با قایق به طرف خشکی آمدند و تور پر از ماهی را به دنبال خود می کشیدند، زیرا از خشکی فقط 100 متر دور بودند. وقتی به خشکی رسیدند، در آنجا آتشی دیدند که ماهی روی آن قرار داشت و با مقداری نان آماده بود. عیسی به آنها گفت: مقداری از ماهی هایی را که الان گرفتید بیاورید. شمعون پتروس به طرف قایق رفت و توری را که از 153 ماهی بزرگ پر بود به خشکی کشید و با وجود آن همه ماهی تور پاره نشد. عیسی به آنها گفت: بیایید صبحانه بخورید. هیچ یک از شاگردان جرأت نکرد از او بپرسد: تو کیستی؟ آنها می دانستند که او خداوند است. پس عیسی پیش آمده نان را برداشت و به آنان داد و ماهی را نیز همینطور. این سومین باری بود که عیسی پس از رستاخیز از مردگان به شاگردانش ظاهر شد. بعد از صبحانه عیسی به شمعون پتروس گفت: ای شمعون پسر یونا، آیا مرا بیش از اینها محبت می نمایی؟ پتروس جواب داد: آری ای خداوند، تو می دانی که تو را دوست دارم. عیسی گفت: پس به برهای من خوراک بده. بار دوم پرسید: ای شمعون پسر یونا، آیا مرا محبت می نمایی؟ پتروس پاسخ داد: ای خداوند، تو می دانی که تو را دوست دارم. عیسی به او گفت: پس از گوسفندان من پاسداری کن. سومین بار عیسی از او پرسید: ای شمعون پسر یونا، آیا مرا دوست داری؟ پتروس از اینکه بار سوم از او پرسید آیا مرا دوست داری آزرد خاطر شده گفت: خداوندا، تو از همه چیز اطلاع داری، تو می دانی که تو را دوست دارم. عیسی گفت: گوسفندان مرا خوراک بده. در حقیقت به تو می گویم، در وقتی که جوان بودی کمر خود را می بستی و به هر جا که می خواستی می رفتی، ولی وقتی پیر بشوی دستهایت را دراز خواهی کرد و دیگران تو را خواهند بست و به جایی که نمی خواهی خواهند برد. به این وسیله عیسی اشاره به نوع مرگی نمود که پتروس میبایست برای جلال خدا متحمل شود و بعد به او گفت: به دنبال من بیا. پتروس به اطراف نگاه کرد و دید آن شاگردی که عیسی او را دوست می‌داشت از عقب او می‌آید، یعنی همان شاگردی که در وقت شام پهلوی عیسی نشسته و از او پرسیده بود: خداوندا، کیست آن کس که تو را تسلیم خواهد کرد؟ وقتی پتروس چشمش به آن شاگرد افتاد، از عیسی پرسید: خداوندا، عاقبت او چه خواهد بود؟ عیسی به او گفت: اگر میل من این باشد که تا وقت آمدن من او بماند، به تو چه ربطی دارد؟ تو به دنبال من بیا. این گفته عیسی در میان برادران پیچید و همه تصور کردند که آن شاگرد نخواهد مرد، ولی در واقع عیسی نگفت که او نخواهد مرد. او فقط گفته بود: اگر میل من این باشد که تا وقت آمدن من او بماند، به تو چه ربطی دارد؟ و این همان شاگردی است که این چیزها را نوشته و به درستی آنها شهادت می‌دهد
و ما می‌دانیم که شهادت او راست است. البته عیسی کارهای بسیار دیگری هم انجام داد که اگر جزئیات آنها به تفصیل نوشته شود، تصور می‌کنم تمام دنیا هم گنجایش کتاب‌هایی را که نوشته می‌شد نمی‌داشت.